سلام، این قسمت میخواییم راجع به افکتی که تو خیلی از آهنگ ها روی پیانو، روی ملودی، روی آکورد ها یا بعضی وقت روی کل بیت استفاده میشه صحبت کنیم. توی آلبوم وایجی بود، توی خیلی از بیت هایی که مترو میزنه هست، توی آلبوم کیو اسکول بوی بود و حالا چند تا آهنگ دیگه که الان یادم نیست. خب من اینجا یه بیت دارم، یک بیت خیلی ساده است که یک پیانو داره، بیس داره و درام. یک بار به این گوش کنیم. این الان افکتی روی پیانوش نیست، فقط یک ریورب و دیلی خیلی ساده هستش. بریم این افکت رو بیاریم. ببینید، افکت واینال هست افکتی که استفاده میکنن. حالا پلاگین های مختلفی داریم برای این افکت واینال، مخصوصا قسمت ورپ یا واو. توی پلاگین های مختلف این اسمش فرق داره ولی تقریبا یک کار میکنه. آیزوتوپ واینال یک پلاگین رایگانه، یعنی همین الان شما برید توی سایت آیزوتوپ این رو میتونید دانلود کنید و به راحتی استفاده کنید. فقط یک دونه ایمیل از شما میخواد و چیز دیگه ای نمیخواد، که لینکش رو زیر همین قرار میدم. خب ما تو این پلاگین اگر دقت کنید 6 تا فیدر داریم این قسمت، که اولیش مکانیکال نویز، الکتریکال نویز داریم، ویر داریم، بعد داست داریم، اسکرچ داریم و ورپ دپس. ببینید، چیزی که خیلی استفاده میشه این ورپ دپس هست و این نویز. گاهی اوقات الکتریکال نویز هم استفاده میکنیم ولی بیشتر اوقات این دوتا رو استفاده میکنیم. بعد توی این قسمت پایین یه دونه امانت برای داست داره، یه دونه امانت برای اسکرچ، که مقدار داست و اسکرچ رو شما با این میتونید بیایید کم و زیاد کنید. یه دونه اسپینگ دان داریم که یک حالت، حالا پلی کنیم کار رو بهتون نشون میدم چه اتفاقی میفته، یه پیچ دانی به کار میده، این تیپ استاپ افکت. یه دونه یر داریم اینجا که حالا میاد این رو میبره به واینال، که حالا توی سالهای مختلف مثلا دهه 60 دهه 70 اون حالت افکت رو براتون پیاده میکنه، که بیشتر حالت اکولایزر داره، یعنی شما هرچی به سمت عقبتر میایید توی سال، مثلا به سمت 1930 میایید، قسمت بم صداتون کمتر میشه، یعنی در واقع یک های پس فیلتر میشه. این قسمت یک، حالا LFO بگیم یا ورپ مدلمون هست، این قسمت یک ورپ مدل داریم که سینوسی میتونه باشه، میتونه این سینوس برعکس شه به این صورت، میتونه به این صورت فقط یه تیکه اول باشه یا برعکس همون تیکه اول. این برای همین فیدر ورپمون هست که یک حالت واو میده، یعنی در واقع پیچ صداتون رو این با توجه به این حالتی که اینجا هست میاد خیلی کم، در حد مثلا بگیم 2 سنت، 3 سنت، 4 سنت، بستگی داره که این رو چقدر کم و زیاد کنید، میاد این پیچ صدا رو میبره مثبت و منفی، که حالا الان با همدیگه پیانو رو سولو میکنیم و تأثیر این رو میبینیم. این اول از همه این برای یر که میبینید هرچی من میام به سمت عقبتر قسمت بم صدامون کمتر میشه.
حالا ورد دپس رو با هم دیگه ببینیم. اسپین آف هم که دیدید الان دیگه. میتونید این رو اتوماسیون کنید، یعنی این اتوماسیون رو روشن کنید و روی این کلیک کنید، بعد از اینجا اتوماسیون بگیرید که هر وقت خواستید بتونید این رو استفاده کنید، هر وقت نخواستید برش دارید. یا میتونید اصلا اتوماسیون رو روشن کنید و ریکورد کنید اتوماسیون رو، هر وقت خواستید بزنید، هر وقت خواستید نزنید. پس گفتم چیزی که زیاد استفاده میشه امروز این فیدر هست و گاهی اوقات هم این، که این کار این رو میتونید با ایکولایزر هم انجام بدید. این هم بگم فقط روی قسمت بم تأثیر نداره، روی قسمت های دیگه هم تأثیر میذاره، ولی خب بیشتر این تأثیری که ما میشنویم روی قسمت بم هستش. این هم بگم این پلاگین رو میتونید روی کل کار هم استفاده کنید. فقط دقت کنید این نویزی که میذارید، شما اگر روی یک لاین خالی هم بذارید این پلاگین رو، این نویزی اگر استفاده کنید روی لاین مسترتون میاد دیگه، یعنی روی اکثر صداهاتون هستش. هر صدایی که بیاد توی مستر این نویز روش هست. پس حواستون باشه نویز رو فقط روی یک لاین استفاده کنید، چون بخواد بیاد روی دو لاین. ببینید این الان یک لاینمون، برای این هم اگر بخوایم همونقدر بذاریم، در واقع شما یک نویز دو برابری دارید، که حالا این اگر روش کمپرسور و لیمیتر هم قرار بگیره دیگه خیلی زیاد میشه و اذیت کننده. پس این نویز رو حواستون باشه، یا فقط یک دونه روی لاین مستر استفاده کنید برای نویز، یا اینکه روی چند تا لاین هم میذارید نویزش رو فقط برای یک لاین استفاده کنید. یا میتونید اصلا به صورت کلی بیاید واینال رو به لاین مستر بدید.